سرخط خبرها. فعالیت سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت کنترل طالبان از سر گرفته شد. برای اولین بار رهبر طالبان نگرانی خود را ابراز کرد. بازداشت 52 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در کابل. گسترش داعش شاخه خراسان. ضعف امریکا و برنامه برای تخریب پاکستان. و بالاخره اشرف غنی توسط امریکا بازداشت شده است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. فعالیت سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت کنترل طالبان از سر گرفته شد. سفارت افغانستان در اسلام آباد گوگنون تحت کنترل طالبان است. اعلام کرده که فعالیت های آن و کنسولگری های کشور در شهرهای پشاور، کراچی و کویت مانند گذشته ادامه دارد. این ادلایه پنجشنبه 13 اقرب در صفحه تویتر سفارت افغانستان منتشر شده و عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز آن را باز نشر کرده است. این سفارتخانه به مهاجران افغان مقیم پاکستان، تجاران، ادبای پاکستانی و سایر مراجعین خارجی که خواهان سفر به افغانستان از طریق پاکستان آن اطلاع داده است که فعالیت سفارت در اسلام آباد و کنسولگری های افغانستان در پشاور، کراچی و کویت ادامه دارد. به تازگی گزارش شده بود که طالبان فرد را به عنوان کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد تعیین کرده است، اما سخنگوی طالبان این موضوع را رد کرد. رسانه ها از تقرری سردار محمد شکیب به حیث کاردار سفارت افغانستان در پاکستان گزارش داده بودند. در گزارش رسانه ها از قول مقام های طالبان نگاشته شده بود، از آنجایی که پاکستان به طور رسمی دولت جدید طالبان را به رسمیت نشناخته، آقای شکیب عنوان رسمی سفیر را نخواهد داشت، اما مسئولیت سفارت را بر عهده دارد. بازداشت 52 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در کابل. وزارت داخلی طالبان از بازداشت 52 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در کابل خبر داد. با گزارش سپوتنیک، وزارت داخلی طالبان با نشر یک اطلاعیه گفته است که مسئولین فرماندهی امنیه ولایت کابل هفته گذشته 52 تن را در پیوند به انجام جرایم جنایی از نقاط مختلف کابل و ولسوالی های این ولایت بازداشت کردند. طالبان جزئیات بیشتر در مورد اتهامات وارد شده بر افراد ارائه نکردند. برای اولین بار رهبر طالبان نگرانی خود را ابراز کرد. رهبر طالبان میگوید که اگر عوامل را مشاهده کردند که علیه اداره حکومت عمل میکند، فوراً پاکسازی کنند. با گزارش سپوتنیک، ریاست عمومی اداره امور طالبان روز پنجشنبه 14 نوامبر بخشی از سخنرانی ملا هیبت الله رهبر این گروه را در صفحه تویترش نگاشته است. در یکی از این پیام‌های تویتر آمده است: برای مسئول افراد دیگر مانند اعضای بدن او است. زمانی که یکی از اعضای بدن خوب کار نکند، وظایف دیگر از اعضای بدن نیز متوقف می شود. رهبر طالبان در این پیام از فرماندهان طالبان خواسته تا با دقت به صفوف زیر دستان خود نگاه کرده و چنانچه عوامل را مشاهده کردند که بر علیه اراده حکومت عمل می کنند، فوراً پاکسازی کنند. منبع: اشرف غنی جهت تحقیقات به امریکا انتقال داده شد. رئیس جمهور فراری افغانستان جهت تحقیقات به امریکا انتقال یافته است. با گزارش سپوتنیک، احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در برگه فیسبوک خود نگاشته است که مقامات امریکایی اشرف غنی را با یک تعداد از همکارانش از ابوظبی جهت تحقیقات به امریکا بردن. با گفته آقای سعیدی، در میان این افراد فضلی نبوده است. او افزوده است که فضلی در حال حاضر در سویدن به سر میبرد. پیش از این اول مای اگست طالبان حملات خود علیه نیروهای دولتی افغانستان را افزایش داد. 15 اگست نیروهای طالبان وارد کابل شدند و کنترل کاخ ریاست جمهوری را به دست گرفتند. سپس گزارش شد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کشور را ترک کرده است. بامداد 16 اگست طالبان اعلام کرد که جنگ در افغانستان به پایان رسیده است و شکل حکومت آینده افغانستان به زودی مشخص خواهد شد. روز 7 سپتامبر طالبان فهرست اعضای دولت جدید افغانستان را اعلام کرد.
گسترش داعش، ضعف امریکا و برنامه برای تخریب پاکستان. خبرگزاری رها. ایالات متحده امریکا درک صحیح از حقایق جاری در افغانستان ندارد، با اهداف مغرضانه از حمایت طالبان خودداری می کند و به نحوه به گسترش و قدرتمند شدن بیشتر داعش در افغانستان کمک می کند. امریکا از سال 2001 تا سال 2014 میلادی در برقراری ثبات و امنیت در افغانستان ناکام ماند و سیاست‌هایی در پیش گرفت که نه تنها طالبان را تقویت نمود که فضای غیر قابل کنترل ایجاد نبود که داعش بیشترین استفاده را از آن برد. حملات تروریستی اخیراً از جمله حمله به شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل که دست کم 25 کشته بر جای گذاشت و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، نشان می‌دهد که افغانستان درگیر تروریست‌های اسلامی است. نکته طنزگونه این است که ایالات متحده آمریکا از دید طالبان کوکنون حاکمان تازه افغانستان قلمداد می‌شوند را یک سازمان تروریستی خوانده است، در حالی که بیشتر عملات تروریستی اخیراً توسط داعش شاخه خراسان انجام می‌شود. گروهی که برای رسیدن به یک موقعیت بهتر 7 سال است هم با آمریکا و هم با طالبان می‌جنگد. آمریکا را باید مسئول ناکامی در نابودی داعش به عنوان شاخه از دولت اسلامی یعنی دولت اسلامی عراق و شام دانست. ایالات متحده آمریکا از تأسیس داعش در سال 2014 در افغانستان نتوانست مبارزه موفقانه علیه این گروه داشته باشد. آمریکا در منطقه توانایی‌های نظامی فوق‌العاده ای دارد، اما به دلیل عدم برخورد از یک استراتژی هماهنگ در قبال افغانستان نتوانسته است از این قدرت نظامی برتر خود به درستی استفاده کند. علاوه بر این، آمریکا هنوز درک درست از واقعیت جاری افغانستان ندارد، همچنان حاضر نیست بنابر برخی از اهداف مغرضانه از طالبان حمایت کند و با این کار خود منبع فرصت تقویت و گسترش داعش در افغانستان را فراهم کرده است. اینکه داعش شاخه خراسان می تواند مفقد های دولت اسلامی در سوریه و عراق در سال 2014 و 2015 را این بار در افغانستان و یا در پاکستان تکرار کند را گذشت. زمان نشان می دهد که کانون اصلی فعالیت ها و تحرکات داعش اما پاکستان بود. اولین امیر داعش شاخه خراسان یک تبعه پاکستانی به نام حافظ سعید خان بود. خان یک فرمانده کارکشته تحریک طالبان پاکستان به شمار می رفت. تحریک طالبان پاکستان متحد گروه های شبه نظام اسلامی بود که در سال 2007 میلادی و در مخالفت با اقدامات نظامی ارتش پاکستان در مناطق قبایلی فدرالی و ایالت خیبر پختونخوا تأسیس شد. در اکتبر سال 2014 ابوبکر البغدادی بیعت کرد. دیگر رهبران تحریک طالبان پاکستان با حافظ سعید خان پیوستند. ابوبکر البغدادی تا زمان مرگش در سال 2019 رهبر دولت اسلامی بود.